چرا با گذشت 41 سال از جنگ ایران و عراق هنوز درباره آن صحبت می شود؟ ریشه ها و زمینه ها و علل جنگ چه بود؟ از میان روایات مختلفی که در مورد جنگ شنیده میشه، کدوم روایت واقعی است؟ چرا جنگ به درازا کشید؟ پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جنگ چه بود؟ رویکرد کشورهای مختلف، ابرقدرت‌ها و سازمان ملل نسبت به جنگ چه بود؟ گرایشات مختلف سیاسی مثل ملی اسلامی ها، ناسیونالیست ها و چپ ها و کمونیست ها در مورد جنگ چه تبیین و رویکردی داشتند؟ درباره این پرسش ها با حمید تقوایی در برنامه امروز گفتگو میکنیم. من خلیل کیوان هستم، شما بیننده برنامه پاسخ هستید. نگار نادری همکارم هم از بخش فنی ما رو همراهی میکنه. حمید تقوایی، امروز 41 سالگرد جنگ ایران و عراق، جنگی که در 31 شهریور 1359 شروع شد و در نهایت بعد از حدود 8 سال در مرداد 67 با قبول آتش‌بس از هر دو طرف جنگ و با به جا گذاشتن 1,000,000 تلفات و 1190 میلیارد دلار خسارت به دو طرف جنگ خاتمه پیدا کرد. بخش اعظم مردم ایران نه خاطره ای و نه اطلاعات چندانی در مورد جنگ ندارن. چرا لازمه الان دوباره درباره جنگ صحبت کنیم؟ خب این اتفاق از چند نظر قابل بررسی و بازبینیه. یک اینکه خب درسته که بخش اعظم مردم به قول شما شاید اون موقع هنوز به دنیا هم نیومده بودن، ولی بخشی هم هستن که در جنگ مستقیما شرکت داشتن و هنوز معلولین جنگی، یه مسئله به اصطلاح مهم اون جامعه معلول جنگیه و برخورد کاملا غیر انسانی و فاجعه آمیزی میشه گفت که جمهوری اسلامی در قبال معلولین داشته. بنابراین یک مسئله اجتماعی زنده است برای یک بخشی از جامعه، بخش مثلا 60 سال یا بالای 60 سال در جامعه این مسئله وجود داره. ولی این شاید جنبه مهمترش این نیست، جنبه مهمترش اینه که خود نفس این جنگ یه تحولی بود، یک اتفاقی بود در تاریخ معاصر ایران که نتایج و به اصطلاح تاثیراتش هنوز هم پابرجاست. کما اینکه در هر سالگردی دوباره جمهوری اسلامی میاد به اصطلاح به عنوان دفاع مقدس و شهادت و جانبازی و غیره و غیره تبلیغاتی رو شروع میکنه و خودش رو به عنوان یک حکومتی که در مقابل صدام متجاوز ایستاد و غیره مطرح میکنه، خصوصا الان که دیگه حکومت صدام حسین هم از بین رفته، جمهوری اسلامی این رو این مدال رو به سینه خودش میزنه که در نهایت پیروز این جنگ از نظر استراتژیک هم اون بوده. و غیر از اون روایت هایی هم همیشه از جنگ داده میشه که حالا نه در لزوما در روز سالگرد، کلا از طرف نیروهای اپوزیسیون راست، اون هم روایت هایی دارن که در هر حال یک جایگاه ویژه‌ای به این جنگ میدن و در مجموع کل این تحولات جمهوری اسلامی تلاش میکنه همیشه که از این اتفاق که به نظر یک جنایت در تاریخ معاصر ایران بود به عنوان یک حماسه ملی یا حماسه اسلامی ازش یاد کنه، اون رو به کیسه خودش بریزه و ازش سوء استفاده سیاسی بکنه. به همین دلایل این جنگ هنوز یک به اصطلاح مسئله مطرحی هست که لازم نیروهای مثل حزب ما واقعیت رو در این مورد به مردم نشون بدیم، گوشزد کنیم و در برابر این نوع تبلیغات و این نوع تلاش‌های نیروهای راست و خود جمهوری اسلامی بیسته. بله، گفتید که روایات مختلفی در مورد جنگ وجود داره. اینطوره، خود جمهوری اسلامی به عنوان جنگ تحمیلی و جنگ مقدس از اون 8 سال جنگ یاد میکنه. طرف دیگه یعنی خود رژیم صدام و ناسیونالیسم عرب هم به اون قادسیه صدام میگن و میگن که اون جنگ در راستای منازعات تاریخی اعراب و ایرانیان هست. به نوعی ناسیونالیسم ایرانی هم همین رو میگه. ملی اسلامی ها
در اون دوره کاملا با روایت جمهوری اسلامی همراه بودند و یک حرف رو می زدن، جنگ مقدس و دفاع مقدس. ناسیونالیسم ایرانی همونطور گفتم از تجاوز صدام صحبت می کرد به خاک کشور و میهن و عملا خودش رو در کنار جمهوری اسلامی در اون جنگ قرار داده بود. درباره این روایت ها شما چه نظری دارید؟ به یک معنا روایت کمونیستا، حزب کمونیست کارگری و شما چی هست در این مورد؟ تا جایی که به خود حکومت معلوم میشه که روشن، اونها سعی کردن جنگ رو یک ازش یک حماسه‌ای بسازند و یک طوری که اسمشو گذاشتن دفاع مقدس از ملت ایران، از اسلام، از جامعه و غیره. به این ترتیب با تبلیغاتی که کردن کلن کوره جنگ رو داغ نگه داشتن برای 8 سال. جنایت هایی که انجام شده به عنوان دفاع ملی و دفاع از اسلام و دفاع از سرزمین و غیره به خورد مردم دادن. هنوز هم همونطور که میدونیم و اشاره کردم تو سال اول، هنوز هم همین نوع تبلیغات در مورد جنگ دامن میزنن و چنین گفتمانی رو تو جامعه به راه میندازن. نیروهای اپوزیسیون هم، نیروهای اپوزیسیون راست، اونها هم در به اصطلاح جنگ رو محملی دیدن، تحولی دیدن که بیان در کنار جمهوری اسلامی بیستن به عنوان اینکه تجاوز دشمن خارجی هست، تجاوز صدام هست. به خصوص که میدونید رژیم عراق در زمان شاه هم مسئله داشتن، درگیری های مرزی داشتن با حکومت شاه و سابقه داشت این قضیه. بنابراین نیروهای سلطنت طلب و کلان اپوزیسیون راست در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن و هنوز هم وقتی از جنگ ایران عراق صحبت میکنن به عنوان یک حماسه ملی و غیره ازش صحبت میکنن. حتی برخی از نیرو هم که خودشون رو چپ میدونستن سردرگم شدن و برخورد دوگانه مثلا کردن. نیروهای مثل حزب توده که کلن بعدش هم اکثریت کلن دفاع کردن از جنگ و خواستار این بودن که سپاه پاسداران مثلا نقش اصلی رو ایفا کنه در جنگ و سپاه پاسداران به سلاح سنگین مجهز بشه، از این نوع تبلیغات. میخوام بگم حتی برخی از نیروهایی که به خودشون چپ میگفتن هم به این ترتیب در برخورد به جنگ ایران عراق کاملا سر از اردوگاه جمهوری اسلامی در آوردن. مطابق برخوردی که برخورد صحیح و واقعی که باید میداشتیم و اون موقع من عضو سازمان اتحاد مبارزان کمونیست بودم، موضعی که ما موقع داشتیم و هنوز هم باید بیشتر اون رو باز کرد و تحلیل کرد به نظر من این بود که این جنگ مطلوبیتش برای جمهوری اسلامی سرکوب انقلاب ایرانه. تاریخش هرچی بوده، زمینه های هر سوابقی داشته، بالاخره محملی شده برای اینکه جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کنه برای سرکوب انقلاب. نباید فراموش کرد که در دوره‌ای که جنگ شروع شد هنوز انقلاب 57 ادامه داشت، هنوز شوراها مطرح بود، کارگران، دانشجویان معترض بودند در کردستان، همینطور در ترکمنسرا، همینطور در بخش‌های مختلف جامعه. انقلاب با مومنتومی که داشت هنوز پیش می‌رفت و جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتونسته بود انقلاب رو مهار کنه و سرکوب کنه. دو اتفاق افتاد که به جمهوری اسلامی کمک کرد که این امر رو به پیش بره. یک، تسخیر سفارت بود که قبل از جنگ این اتفاق افتاد. سفارت و دانشجویان به سراغ خط امام گرفتن به عنوان تسخیر لانه جاسوسی و با کوبیدن بر طبل مرگ بر آمریکا و ضد آمریکایی گری و با این شعار که بعد از شاه در نوبت آمریکاست، مبارزات مردم برای خواستای برحقشون، یعنی همون خواستایی که به خاطر انقلاب 57 رو انجام داده بودن، این رو تحریف کردن، انداختن روی ریل مقابله اسلام و شیطان بزرگ. این یک جنبه بود، ولی این هم دیگه نخنما شده بود، این هم دیگه معنی نداشت. بالاخره مجبور شدن به صورت گروگان ها رو آزاد کنن و به توافق رسیدن با دولت آمریکا. ولی قبل از اون هم این دیگه این اصله کاربردی نداشت و جامعه همچنان میخروشید، همچنان مردم، زنان در برابر جمهوری اسلامی بودند، در کردستان همینطور، کارگران همینطور، جنبش شورای وسیع بود. جنگ باعث شد که جمهوری اسلامی تحت این لوا که با دشمن خارجی داریم جنگ میکنیم اعتراض نکنید، ساکت باشید، تحمل کنید، ما با دشمن درگیریم. و از اون طرف هم بمباران های شبانه بود،
زندگی مردم کاملا ناامن شده بود و جامعه حالت نرمال و متعارفش را از دست داده بود. همه اینا به نفع حکومت تمام شد که میخواست بگه من به عنوان نماینده شما مردم دارم باید دشمن خارجی میجنگم، باید بیاید سرباز این جنگ بشید، فداکاری کنید تا بتونیم به اصطلاح استقلال خودمون حفظ کنیم و دشمن رو شکست بدیم. به این ترتیب جنگ ایران و عراق تبدیل به محمل و پرچمی شد برای سرکوب انقلاب ایران و برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تثبیت کنه. 30 خرداد 60 در دل این جنگ اتفاق افتاد و اون سرکوب و اون به اصطلاح کشتاری که حکومت به اون دست زد با در فضای اتفاق افتاد که جنگ ایجاد کرده و جمهوری اسلامی کاملا از این فضا استفاده کرد. هر نوع مخالفتی به عنوان تضعیف دولت، کمک به دشمن و غیره محسوب میکردن و به این ترتیب جامعه رو کاملا به اختناق کشیدن. گرچه در دوره جنگ هم همچنان اعتراضات بود ولی خب دیگه اون ابعاد و اون به اصطلاح گستردگی که قبلا داشت رو از دست داده بود به خاطر فضایی که جنگ در جامعه ایجاد کرده بود. همونی گفتم حتی بخش از نیروی اپوزیسیون هم به این ترتیب به کمپ جمهوری اسلامی پیوسته بودن و از این نظر هم تضعیف شده بود صفحه اعتراض و مقاومت. در حال بحثی که اون موقع ما تبیینی که داشتیم که متفاوت بود از خیلی از نیروهای حتی چپ این بود که این جنگ جنگیست علیه انقلاب و داره جمهوری اسلامی از این استفاده میکنه برای تثبیت خودش در قدرت و برای سرکوب. و تجربه‌ای که در سالهای جنگ اتفاق افتاد کاملا اینو نشون داد که چطور به بهانه جنگ و با محمل جنگ اینا گرفتن، کشتن، اعدام کردن، زندان کردن و سرکوب کردن. این اتفاق به نظر من به این ترتیب جنگی نبود بین دو دولت. ظاهرش این بود، محملش این بود، به طور واقعی اینطور داشت اتفاق می‌افتاد، ولی معنا و ریشه و مضمونش جنگی بود از طرف جمهوری اسلامی علیه کل مردم. برای اینم بگم برای رژیم صدام هم در نهایت قضیه همین بود. رژیم صدام هم می‌خواست خودش رو تثبیت کنه و با تصور اینکه بعد از انقلاب تضعیف شده حکومت در ایران و میتونه اون ادعایی که همیشه داشت مبنی بر اینکه قدرت فارغه در جهان عرب باشه، در خاورمیانه باشه، با این جنگ میتونه پیش بره و مهمتر از اون بیخ گوشش یک انقلاب چپ و رادیکال رخ داده بود که به خصوص از طریق کردستان میتونست فوری سرایت کنه به عراق و این هم نگرانیش بود. از نظر صدام هم این بود، ولی در حال تا جایی که به ایران برمیگرده مشخصا تمام مطلوبیت جنگ و ضرورت جنگ برای جمهوری اسلامی سرکوب انقلاب بود، کما اینکه خود خامنه‌ای بارها از جنگ به عنوان برکت یاد کرد و منظورش دقیقاً همین خدمتی بود که جنگ به تثبیت حکومت در ایران انجام داد. سوالات بیشتری دارم، ولی اگر اونطور که شما میگید قصد جمهوری اسلامی از راه انداختن جنگ یا هر دو طرف این بود که انقلاب رو سرکوب کنه، چرا شعارهایی مثل راه قدس از کربلا میگذره رو طرح میکرد و در پی این نبود که یک حکومت شیعی نو خودش در عراق برپا کنه اونطور که بعدها به نوعی شد؟ خب همین شعار راه قدس از طریق کربلا نشون میده که میخواست جامعه رو به خط کنه زیر یک تعرض، زیر یک پرچم یک تعرض و هجوم نظامی با ادعای پوچکم. نمیدونستن چه اتفاقی نخواهد افتاد، نه دستش به کربلا خواهد رسید نه به طریق اولا به قدس، ولی بیشتر یک شعار ایدئولوژیکی بود، همخوان با ایدئولوژی اسلامی حکومت بود که توجه مردم رو از مسائل واقعی که اون موقع داشتن، اون موقع بیکاری بیداد میکرد، فقر بیداد میکرد، سرکوب بیداد میکرد، مردم با خواستایی که انقلاب 57 رو حولش شکل داده بودن در میدون باقی بودن، خواستاشون رو میخواستن، آزادی میخواستن، کرامت میخواستن، رفاه میخواستن. و جمهوری اسلامی با شعار مرگ بر شیطان بزرگ در دوره سفارتگیری، سفارت تسخیر سفارت، و بعد با شعار مرگ بر به اصطلاح صدام و راه قدس از طریق کربلا و غیره میخواست این قضیه رو هایجک کنه، داستان رو ببره توی میدان دیگه ای، توی یک فضای دیگه ای، توی فضای به اصطلاح مبارزه خارج از مرزهای ایران علیه دشمنان خارجی. مدام تبلیغ میکرد که صدام نوکر آمریکاست و از این طریق اینا میخوان انقلاب ایران رو بکنن که حقیقتی درش نبود. دولت آمریکا تازه معلوم شد بعدا که حتی از نظر تسلیحاتی به جمهوری اسلامی کمک میکرده در دوره جنگ،
این بعدن روش شد، کاملا روشن بود. ولی در هر حال این نوع تبلیغات به نظر من تبلیغاتی بود که دقیقا میخواست جلوی انقلاب و اون مومنتوم و اون فضایی که انقلاب در ایران ایجاد کرده بود اون رو بگیره و تبدیل کنه به یک فضای ناسیونالیستی اسلامی علیه خارجی ها. این تمام کوشش جمهوری اسلامی بود. بله. خب 8 سال جنگ، طولانی ترین جنگ متعارف در قرن 20 میلادی و دومین جنگ طولانی این قرن بعد از جنگ ویتنام بود. چرا اینقدر درازا کشید این جنگ همین طبعا؟ به خاطر اینکه قدرت ها چه تو منطقه چه در جهان غرب، قدرت های ثالث نمیخواستن هیچ کدوم از این دو طرف به عنوان پیروز جنگ از سر در بیارن از این معرکه، و به یک ترتیب میخواستن نیروی هر دو طرف زوال پیدا کنه، جنگ به اصطلاح به تدریج تمام بشه بدون اینکه هیچ کدوم از طرفین به عنوان پیروز خودش اعلام کنه. به همین خاطر خیلی از نیروها به هر دو طرف کمک کردن، مشخصا آمریکا به هر دو طرف کمک میکرد. کشورهای عربی همینطور که برخی از کشورهای عربی کنار جمهوری اسلامی بودن، برخی کنار صدام، ولی برای کشورهای عربی هم نمیخواستن جمهوری اسلامی پیروز بشه، به خاطر اینکه خب خیلی روشن بود بخصوص کشورهای عربی که سنی بودن از یک قدرت شیعه کنار خودشون نگران بودن، نمیخواستن تقویت کنه. از طرفی نمیخواستن صدام این نقش رو پیدا کنه، چون صدام هم ادعای آقایی بر جهان عرب رو داشت، اگر پیروز میشد خودش رو در خطر میدیدن، به خصوص کشورهای کوچیکی مثل امارات، کویت و غیره که کویت هم بعدن میدونیم صدامش حمله کرد. نگران تقویت صدام بودن و همچنین تقویت جمهوری اسلامی، و همین خاطر نفعشون چنین ایجاد میکرد، منفعتشون، که این جنگ پیروز نداشته باشه. غرب هم همین نوع ملاحظات رو داشت. غرب هم نمیخواست، اون موقع هنوز فراموش نباید بکنیم که کمپ شوروی همچنان بود و این خطری بود که کنار بسیار غرب نمیخواست اوضاع منطقه طوری باشه که اون تقسیم بندی های متعارف بین کمپ شرق و غرب به هم بریزه، و از این نظر نمیخواست جمهوری اسلامی پیروز بشه. جمهوری اسلامی همون موقع پرچم مرگ بر آمریکا رو بلند کرده بود، نه کشور عراق که سنتاً به کمپ شوروی تعلق داشت. این اتفاق نمیخواستن بیفته، به همین خاطر جنگ طولانی شد، به خاطر اینکه به اصطلاح از نظر پشتیبانی سیاسی و حتی نظامی و غیره هیچ کدوم از طرفین برتری بر دیگری نداشت، و قدرت جهانی که تعیین کننده میتونست باشه کمکشون به هر دو طرف کمک میکردن. به این معنا دنیا این جنگ رو میشه گفت ادامه داد، بورژوازی جهانی این جنگ رو ادامه داد، به دلیلی که گفتم منفعتشون ایجاب میکرد که اینطور باشه. بله، جنگی بود که پیامدهای گسترده‌ای داشت، عمیق بود اون پیامدها و همه جانبه هم بود. اون پیامدهای فوری و دراز مدت و موندگار جنگ رو چطور میشه دستبندی کرد و بیان کرد به نظر شما؟ خب پیامدهای فوریش این بود که بعد از قطع جنگ جمهوری اسلامی شروع کرد به اعدام‌های وسیع دهه سال 67 که ادامه ها بود در 30 خرداد و بعد از اون، ولی در 67 به طریق وسیع بعد از ختم جنگ اینها شروع به اعدام کردن، که همین آقای رئیسی که الان رئیس جمهوره به عنوان جلاد بهش میگن، به خاطر اینکه جزء هیئت مرگ بود، که این هیئت مرگ بعد از اعدام ها شروع به کار کرد. چرا اینطور شد؟ به خاطر اینکه خب تا وقتی که جنگ بود مردم رو تحت فضای جنگ هم توی گفتم بالاخره آروم نگه می‌داشتن یا به عقب می‌روندن، مبارزات سرکوب می‌کردن به بهانه جنگ. خب جنگ که تمام شد این بهانه هم از بین رفت، به اضافه اینکه خود جنگ باعث بسیاری از خانه خرابی‌ها، فجایع، کشتارها و مسائلی بود که به سر مردم اومده بود. بنابراین جامعه هم بهانه جنگ از رژیم گرفته شده بود، هم مسائل و دردهای مردم به شدت تشدید شده بود، وسیع‌تر شده بود و جامعه در حال انفجار بود. بنابراین اولین رژیم به این نتیجه رسید که باید بیرحمانه بکوبه، و اعدام های 67 شروع این ولی همین تقای اعدام ها از سال 60 شروع شده بود. بله، ولی 60 تابستان 67 که جنگ تمام شد نقطه اوجش بود. بله، جمهوری اسلامی هم از روز اول اعدام کرد، از همون روز بعد از به قدرت رسیدنش دست به اعدام زد. من نگفتم اعدام ها از جا شروع شد، بحث اینه که تو تاریخ اعدام های ایران یک مقطعی هست تابستان 67
که نقطه اوج کشتاره، که هنوز آمار دقیقش معلوم، مسئله خاوران، گورستان خاوران، اعدام هزاران نفر، این الان مسئله که الان تو همین دادگاه حمید نوری هم داره مطرح میشه و آقای رئیسی یکی از به صورت جلادان اون دوره هست. این اولین پیامد فوری بعد از جنگ بود، سرکوبی که مردم می‌کرد. ولی در دراز مدت هم توی گفتم ببینید جنگ معلولین زیادی به جا گذاشت که جمله سویشون جانبازان میگه، هنوز هم اینا هستن، هنوز هم مسئله دارن و هنوز هم زندگی ها به هم برباد رفت در اثر اون جنگ و یک بخش عظیمی از جامعه که قربانیان زنده مانده این جنگ بودن زندگیشون برباد رفت و جمهوری اسلامی هیچ رسیدگی بارشون نکرد و این یه مسئله اجتماعی باقی ماند و همچنان هم هست. ولی یک جنبه دیگه هم از نظر سیاسی این بود که ببینید نفس جنگ همیشه این خدمت رو میکنه که ناسیونالیسم رو تقویت میکنه تحت نام دفاع از خاک مقدس و دفاع از پرچم و دفاع از ملت و غیره، انواع کشتارها و جنایتها رو دولتها میکنن و به این بهانه، و نه تنها دولتها بلکه کلن نیروهای راست در اپوزیسیون و در پوزیسیون، در این مورد هم که گفتم در مقابل جمهوری اسلامی و کلن مقوله جنگ. حالا این یک موردش جنگ ایران و عراق بود که یک به اصطلاح یک از فجایع تاریخ معاصر ایران است، ولی هر جنگی که مطرح میشه، فرض کنید اون دوره‌ای که مسئله احتمال حمله نظامی آمریکا و درگیری شدن شروع یک جنگی بین ایران و آمریکا بود، در دوره مثلا بوش پسر و مدتی هم بعد از اون، تمام اپوزیسیون، این اپوزیسیون راست بحثش این بود، موضعش این بود که اگر جنگی در بگیره ما به دفاع از خاک ایران برخواهیم خواست، یعنی دفاع از حکومت و از جمهوری اسلامی به عنوان دفاع از تمامیت ارضی، دفاع از ایران در مقابل خارجی. این بحث تقسیم دشمن به صدا، دشمن رو خارجی دونستن و داخلی ها رو دوست دونستن، تأمین پیدا میکنه در دوران جنگ به حمایت از دولت خودی. همیشه اینطوری بوده و در ایران هم همینطور هست. جنگ عراق یک نمونه واقعی بود که اینو نشون داد، ولی هر احتمالی، هر بحثی که از جنگ میشه میبینید دوباره این مرض عود میکنه که ما باید بریم گویا از جمهوری اسلامی دفاع کنیم در برابر دشمن خارجی. این رو من یک پیامد یا یک نتیجه سیاسی دراز مدت جنگ ایران عراق میدونم که همچنان در همین امروز هم اگر شما برید مصاحبه شبیه همین رو با نیروهای اپوزیسیون راست بکنید، میبینید که تبیینشون همینه که بله، در برابر جنبش دشمن خارجی باید دفاع میکردیم، باید میجنگیدیم. فراموش نکنید که وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، اینها همین نیروهای اپوزیسیون راست به عنوان سردار ملی ازش یاد کردن. بله. طبعا وقتی جنگ با عراق هم از این نوع سردارهای ملی از نظر اونها خیلی بوده و این بحث هست، این نوع برخورد به جنگ هست که لازم میکنم که اولم گفتم ما در مورد این جنگ صحبت کنیم و این افشا کنیم، در برابر این نوع گرایشات بیستیم. همیشه دولت‌های سرکوبگر، به خصوص دوره ما، دولت‌های یک درصدی، دولت‌های طبقه سرمایه‌دار، جنگ بهانه‌ای بوده، بهملی بوده برای تثبیت قدرت خودشون، برای تضییع حقوق مردم و سرکوب جامعه در کشورهای دیکتاتور زده مثل جمهوری اسلامی. هنوز هم همینطور هست و به همین خاطر ما نیروهای کمونیستی انقلابی باید در مقابل این گرایش بیستیم، اونو افشا کنیم و جامعه رو مسئول کنیم در مقابل این نوع سموم ناسیونالیستی. با تشکر از شما حمید تقوایی، همچنین شما بینندگان و همراهان برنامه پاسخ، برای شما آرزوی روزها و شبهای خوبی رو داریم تا برنامه آینده. وقت شما بخیر.